و موسا میکوشیم، میکشیم تصمیم گرفتن تصویب شد موسی رفت همان گونی که رسول الله هم همین مشوره شد رسول الله را چکار بکنند شهید بکنند در دار الندوه جلسه تشکیل دادن خانیم در سوره انفال لذا رسول الله هم هجرت کرد موسی هم رفت اونجا فران تعقیبش کرد غرق شد اینجا هم رسول الله وقتی که رفت بعدا در بدر 18 ماه بعد اینا آمدن تعقیب کردند همه کشته شدند المشابهات زيادة فأراد أن يستفزهم من الأرض الزمين بلغ زانت برندازت فأغرقناه ومن معه جميعا ما فرعون را غرق کردیم و تمام کسانی که بودا همه بعد از اون به بنی اسرائیل من بعده لبني إسرائيل اسکنوا الارض بعد از اون به بنی اسرائیل گفتیم ای ايه بنی اسرائیل شما در زمین خدا سکونت کنید وقتی که فإذا فا جاء وعد الاخره وعده آخرت باشه جئنا بكم همه شما را ما جمع میکنیم لف یه چیز را پیچوندن جمع کردن یعنی همه شما را ما در آخرت جمع میکنیم و میاریم بر محضر خود خب حالا یک نمونه خدا از فرعون بیان کرد در پایان سوره روی سخن به سوی اهل مکه برمیگردد گردد أي أهل مكة أي قريش أي عرب أي هم شهرية رسول الله وبالحق أنزلناه إن قرآن رب حق ما نازل كادم إنكار نكونيد كفر نكونيد بوشت ندهيد ما بحق نازلش كادم وبالحق نزل وإن بحق نازل شد يعني هيش تغيير توش نيامت. و ما ارسلنا الا مبشرا و نذیرا ای محمد ما تو را نفرستادیم مگر بشارت دهنده برای کسانی که تسلیم می شوند و ترساننده و بیم دهنده برای کسانی که انکار می کنند و بعد خداوند عز این قرآن را تدریجا نازل کرد این فرقش با کتاب موسی در این باب بحث کردیم که این خیلی بهتر است از كي یک بار نازل بشه كم كم بر أساس الشرائط بر أساس واقعات حوادث وقرآنا فرقناه إن قرآن را ما جدا جدا نازل کردين فرقنا يعني فصلنا نجما نجما آية آية سورة سورة لتقرأه على الناس على مكفن تا بر مردم بخاني مكسن يعني كم كم با درنگ أهسته آهسته تا چیکار بهتر حفظش کنن بهتر یاد بگیرن عملش کنن و نزلناه تنزیلا تنزیل هم کم کم نازل کردن لذا به تدریج ما نازل کردیم تدریج نازل کردنی حالا الله تعالی به مک اهل مکه میگه ای اهل مکه ما این قرآن را به این صورت نازل کردیم شما ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید بسیاری از بندگان من هستند اهل علم که اونها ایمان میآورند و در مقابل خدا تواضع میکنن مثل شما متکبر نیستند اهل علم کی هستن بعضی میگن علمای منصف اهل کتاب یعنی شما که عرب هستید فامیل رسول الله هستید خیشاوند هستید نزدیک هستید امکان در نصیب شما نشه ایمان اما نصیب کسانی که از اهل کتاب هستند یک اهل کتاب میاد از هبشه از افریقا میاد اتیوپی میاد او ایمان میاره دیگری سلمان از فارس میاد و صحیب از روم میاد اون یکی دیگه از نمیدونم که شام میاد خیلی از یهودی های شام علماء اهل کتاب ایمان آوردند لذا شما نالایق میشید شما میشید لزا بی ارزش میشید لذا الله می قل آمینو به او لا تؤمنو به آنان بگو شما ایمان بیاورید به بی این قرآن او لا تؤمنوا يا ايمان يا بريد ان الذين اوتوا العلم من قبله همانا ان هاي كه قبل از قران اذا يطلع عليهم هَرْجَا إِنْ ايات قران بر اونها تلاوت مشه يخرون للاذقان سجدا ميوفتن زقن زقن چانه را بزمين به سجده یا يعني إن تأثير بدني هس يعني بعضي ها حقانية قرآن را فهمت فهمند حقانية قرآن را مي فهمت تا إن قرآن خانده ميشه و ميوفتند وبعد زبان هم تأثیر زبانی و ويقولون سبحان ربنا ميغن رب ما باكست إن كان وعد ربنا لمفعولا همانها وعده رب شدنی س شد خدا در کتابهای ما جلوتر وعده کرده بود که ب... پیغمبری میفرستم در آخر اینه که فرستاد لذا الله میفرماید اینها چه کار میکنند اینها پی میبرن به عزمت قرآن و یخرون للاذقان بعد از اون وقتی که میبینند خدا وعدهش را عملی کرد و کتابش را فرستاد در مقابل این کتاب کرنش میکنن توازو نشان میدن و یخرون للاذقان یعنی بچانه چانه میافتند سرشون را به سجده میگذارند یبکون گریه میکنند و یزیدهم خشوعا و این قرآن در خشوع و فروتنیشون میافزاید این آیه آیه سجده است ان بعد از درس سجده تلاوت کنید واجب شد منظور اینه که علمای اهل کتاب اونایی که راستینند اونایی که مخلصینند اونایی که صادقینند اونها وقتی که این قرآن را میشنوند به سجده می شما چرا متاثر نمیشید که به زبان شما و بر مردی بزرگ مردی از خود شما نازل شد شما چرا اینقدر فاصله دارید قلد الله او ادعو الرحمان ايرادي نها مرفتن ر جوابنرا میفتن ون مشرين باصفتجلالهرحمان آشنا نبو نونسترمان هالله ونبيرفرمان نون تدر قرآن اا ل لهم الصو للرحمان وقتی گفته میشد برای رحمان سجده کنید قالوا و من رحمان رحمان چیه اصلا نمیدونن رحمان چی در بعضی روایت ها اون نمیگن ما فقط یک رحمان میشناسیم اونم رحمان یمامه هست همین مسیلمه کذاب که ادعای پیغمبری کرد از شهر یمامه اون میگفت من رحمان یمامه هستم این یعنی بخشاینده یمامه اونم میگفتن که رحمان چیه حالا رسول الله که میگفت یا الله یا رحمان میگفته این محمد به ما میگه خدایان یعنی متعددی را عبادت نکنی خودش دو تا خدا داره یکی الله هست یکی رحمان است الله عز و جل اینجا توضیح میده که الله و رحمان یکی هست دو تا صفت پروردگاره قل قل دعو الله او دعو الرحمن بگو فریاد بزنید خدا را یا فریاد بزنید رحمان را فَرْقِي نمی کنه ما تدعو هر یک را شما دعا کنید در دعایتون هر یک را یاد فله الاسماء الحسنا برای اوس نام صفات زیبا لذا فقط مهم انك خدارة خدا را صدا با صفاتش ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لذا نمازت رب بلند نخان آهسته هم نخان و ابتغی بین ذالک سبیله در میان این راه متوسط را اختیار بکن بعضی میگه در رابطه با نماز است رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه که در خانه کعبه نماز میخاندند بلند بلند آیات را میخاندند مشرکین میشنیدند اونها را بعد به خدا هم بد و بیرا میگفتند به جبرائیل امین هم میگفتند چون در این آیات بر علیه خدایان اونها هست به این خاطر گفته میشد که آهسته تا اونها نشنم اما ببینید وقتی که نماز جماعت بخانیم آهسته که نمیشه بین بین یعنی طوری بلند نباشه که اون که بیرون است بشنوه اما یک مقدار بلندتر که رفیقت کنارت استاده این بشنوه لذا گفتم ولا تجهر بسالاتی که نماز رو جهر زیاد نخوان و لا تخافت بها زیاد آسته نخوان و ابتغ بين ذلك سبیلا بین این یک راه متوسط بگیرید خب این بعضی از مفسرین میگن اما ام المؤمنین عایشه میگه نه این آیه در باره نماز نیست این آیه در باره دعا هست آیه در باره چی هست شما میدونید اصل معنای لغوی صلات به معنی سلات دعا صلات به چی میگن دعا الان نماز را سلات میگوین چون در نماز دعا هم هست دعا میخانیم دعا میکنیم همین اهدن سلات المستقیم دعایی هست ام المومنین میگه که اینجا آداب دعا بیان شده چی بیان شده؟ آداب دعا وقتی که دعا میکنید چون اول هست قلد الله او ادعو بحث دعا بود که در دعاهای خودتون چه خدا را صدا بزنید چه رحمان را صدا بزنید چه الله را چه رحمان را فله الاسماء الحسنا اون نام های زیبایی داره صفات زیبایی داره همه را فرق نمی کنه ولی به این صورت دعا بکن که ولا تجهر که در دعا صدایت را خیلی بالا نگیر دعا جهری نباشد ولا تخافت بها زیاد آهسته هم نباشد بلکه متوسط گاهی انسان اگر خیلی آهسته بگه در خودش هم تاثیر نمی هم دعا هم ذکر لذا به اندازه که خودت بشنوی انسان وقتی یه چیزی می و خودش میشنود تاثیرش تأثیرش بیشتره شما تجربه بکنید شما قرآن را بخوانید اصلا صدایتون در نیاد فقط کلمات را آهسته آهسته که فقط سر زبان باشه زیاد تاثیر نداره اما مقداری صدایتون بلندتر بشه که خودتون هم بشنوید این در انسان اشتیاق را بیشتر می کند لذا در دعا همین میگه زیاد بلند دعا نکن برای دیگران مزاحمت بشه نه آداب دعا آهسته هست اما خودت بشنوی وابتقی بین ذالک سبیلا يعني متوسطا بين الجهر والمخافة وقل الحمد لله الذي در بايان السورة أول السورة هم توهيد بود آخر السورة هم توهيد است أول السورة هم تسبيح وحمد پر بود آخر السورة هم حمد أول السورة تي بود سبحان سبحان الذي أسرى بعبدي تسبيح آخر السورة تحميد وقل الحمد لله

او یگانه هست یک تا هست لم یکن له ولی من الذل و برای, او برای الله ولی نیست ولی اینجا به من کمک کننده مددگار ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر غیر از خدا شما حامی و کمک کننده ندارید پس خدا هم کمک کننده ندارد شما را کمک می خودش ولی خودش کمک کننده نداره من از از روی عجز که یعنی خدا عاجز باشه کسی بیاد کمک خدا علی عیاض بالله این ذات جنین نیست لذا نیاز به نائب نداره نا نیاز به جانشین نداره نیاز به کسی که کارهاش را بکنه نداره ببین یک چیزی که مشرکین بیچاره دوچار سوی تفاهم بودن اونا در همین مخلوق خدا تعجب ده گفته این همه زمین و آسمان درست اینا را خدا درست کرده این همه مخلوق درست کرده ولی الان به تنهایی نمیتونه اداره بکنه خیلی زیاده چون اونا خدا را نمیشناختن نسبت به قدرت خدا شک داشتن به همین خاطر میگفتن این اولیارا را این بزرگان را فرشتگان را هر یکی را یک معمولیت داده یک بخشی را به اینا سپرده ما چکار بکنیم کارای دست ما دستینه از ما از اینها بخوایم. این نیست که اینا خدا را منکر بودند گفتند خیلی ملکش وسیع هست ممکن نیست یک کسی بتونه این ملک را اداره بکنه چون خدا را با همین ذهن و عقل خودشون میشناختند اون چی که پیغمبران میگفتند با اون خدا را بررسی نمی کردن خدا را مطالعه نمی کردن. اما اینجا خدای عزوجل به همون از کنم تعبیر خودش میفرماید ولم یکل له ولی من الذل خداوند مدداری کمکكننده از روي عجز نداره لا اعلام كن به اين مردم خدا ره تعریف كنو اعلام ن كن وبرتبروبره تكبیرا عن بزر خدا ره كبریائ خدا ره عزمت خدا ره اعلام ن و تكبير اور بوع بزر اورا بو پس ببینی اگر کسانی اعتقاد داشته باشن که خدا نیاز به نائب داره یا نائب گرفته برای مثلا فرزند دادن برای شفا کردن برای روزی دادن این خدا را نشناخته و به خدا توهین کرده خدای زواجل را توهین کرده که خدا را از اون جایگاه خداییش پایین آورده الله زواجل به همه ما اعتقاد و باور درستی بده و ایمانی که بر اساس اون بر بر اساس قرآن باشه این سوره را شما به لطف الله تمام کردید این سوره از اول تا آخر مشاهده فرمودید هم مباحث ایمانی بود اعتقادی هم مباحث اخلاقی هم مباحث عملی هم جواب شبهات سوره بسیار

والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم لا نحصي سناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إله العالمين آن که به بندگان مؤمن عطا می کنی هم در این دنیا و هم در اون دنیا اله العالمین به ما عنایت بفرما به ما عطا بفرما و لا تخزنا یوم القیامة روز قیامت ما را رسوا نکن ما را شرم سار نکن ما خجل نفرما پروردگار اله العالمین از ما بندگان گناهکارت در گذر باش پروردگار ما از تو فضلت را می کرمت را می خواهیم اله العالمین اگر بر ترازوی عدل بگذاری ما را و اعمال ما را کم میاریم مولا از تو فضل تو را می خواهیم. جود و احسان تو را می خواهیم. بر ما فضل بفرما اما ما هم ماه فضل است این ما ماه رحمته این ما ماه برکته رحمتت را برکاتت را و فضلت را از تو دیگر بر ما فضل بفرما بر ما احسان بفرما یا لطیف بر ما لطف بفرما یا محسن بر ما احسان بفرما یا کریم بر ما کرم بفرما و ما را از عذاب جهنم و سختی های آخرت و عذاب قبر و میدان محشر عذاب حشر همه ما را نجات بده پروردگار اعتقاد ما را به قیامت ما را و جوانان ما را راسخ بگردان چنان اعتقادی که بر اساس اون تقوا در درون بیاید بر اساس اون پرهیزگاری بیاید بر اساس اون خوف خدا در درون بیاید پروردگار اعتقاد ما را به قیامت راسخ و محکم بگردان اله العالمی ما از شرک و کفر هر مسیری که در جهت مخالفت با مسیر تو هست ما را حفاظت بفرما همه ما را ایمان انایت بفرما ایمان کامل و محبت ایمان را در رگ ریشه ما جای بده اللهم حبب الینا الیمان و زینه فی قلوبنا و خدایا ما را از کفر و شرک و بدعت و خرافات و گناه و معصیت دور بگردان یا رب مشکلات ما را حل بفرما مشکلات شخصی فردی جمعی سیاسی همه مشکلات را حل بفرما الخصوص مشکلی که اخیرا ملت ما مواجه است و اله العالمین بندگان تو در این شبها دعا میکنند و در انتظار فرج هستند پروردگار تو نیک میدانی که ما بندگان ضعیفی هستیم و ما کم صبر و کم حوصله هستیم پروردگار ما را امتحان نكن بميدان بيا فرج بيا بر مشکلات را حل بفرما قضايا را خود حل کن پروردگار اینهایی که مسائل ما به دستشون هست اینها اراده حل ندارند پروردگار ماست می تو میخواین تو بیا حل کن هر یکی را سر جایش قرار بده دست ظالم را کوتا کن انتقام مظلوم را بستان اله العالمین اونهایی که بنا حق در بندها هستند و در اسارت ها هستند آزادی نصیب فرما پروردگار یا رب اونهایی که جام شهادت نوشیدند در جنات فردوس درجاتشون را بلند بفرما خانواده هایشون را دلهای شکسته را با مرهم صبر تسکین و آرامش بده اله العالمین اروردگار را برای ما فرج بیار خدای ما را کمک کن اروردگار ما نیاز به کمک تو داریم اله العالمین گذشتگان ما را مغفرت بفرما پدران و مادران را عزیزان را خیشاوندان را

یا رب تو از ما راضي و خشنود باش و هرگز از ما نارازی نباش که نارازی تو سخته توفيقی من اطا بفرما که زندگي را طور سپري بکنیم که تو نرنجي تو را نرنجاني اله العالمین یا رب تمام عزیزانی که تغازه دعا کردن ه از برادران خاهران برای هر حاجتی برای هر مشکلی هر مریضی هر زندانی هر گذشته دعاهای ما در حق اونها قبول بفرما وإله العالمين العالمین خاتمه همه ما با ایمان بگردان آخرت ما را آباد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك